در پی واکنش ها به بیانات اخیر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد امر حکومت وحدت ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز اظهار نظر کرده و سخنان آقای کری را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. آقای کری در نخستین سفرش به افغانستان پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی گفت که دوره کاری این حکومت 5 سال است. آقای کرزی با بیان این که بیگانگان نمی توانند ممثل اراده مردم افغانستان باشند، گفت که این تحرکات برای مردم افغانستان حساسیت برانگیزند. توافقی که بین دو برادر شده، دکتر صبح اشرفانی رئیس جمهور فیلی ما و دکتر صبح عبدالله رئیس اجرایی فیلی ما، این توافق تا جایی که ما دیدیم خواندیم دو توافق از جرگه نام برده شده. لحاظ انتظار مردم افغانستان است که جرگه بیه و جرگه فیصله خود راجع به قانون اساسی افغانستان، تعدیل قانون اساسی افغانستان و یا روش دیگه او بکنه. این حق ملت افغانستان است. حامد کرزی که امروز در یک گرده همایی در کابل صحبت می کرد، اتحاد جماهیر شوروی سابق را بهترین متحد حکومت آن وقت افغانستان شمرد و نسبت به پاکستان از ایران به عنوان همسایه نیک یاد کرد و پاکستان را به دست داشتن امور افغانستان متهم نمود. آقای کرزی به خط دیورند نیز اشاره کرده و گفت که دیورند هم همسایه، اگر دیورند است هم همسایه ما هستی، اگر اتک باشد هم همسایه ما هستی، بالاخره همسایه هستیم. اتک برایم بدهید همسایگی خوبی را خواهیم کرد. حامد کرزی که در این اواخر از منتقدین پالیسی ایالات متحده در افغانستان شمرده می شود، هر از گاهی پیرامون پالیسی های این کشور در افغانستان واکنش نشان داده است.